فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن. تجدید عهد با سربداران قهرمان قتل عام سال 67. مرگ بر خامنه‌ای، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی. شعار مرگ بر دیکتاتور در نمایشگاه بین‌المللی تهران. اعتراضات غارت شدگان، بازاریان و کسبه و سایر اقشار به جان آمده علیه چپاولگری آخوندهای حاکم. گزارش خبرنگار سیمای آزادی از قیام 4 روزه مردم گوهردشت کرج، 9 تا 13 مرداد 97. حراس آخوند دشقیم غلام حسین اژه‌ای معاون اول قضایی خامنه‌ای از پیوند خیزش‌های اخیر با مجاهدین. این روزها بعضیا در مجامع و غیره علیه قوه قضاییه شعار میدن، علیه دولت شعار میدن، بعضن علیه مسئولین شعار میدن، علیه گاهی وقتا مجلس شعار میدن. بله ممکنه در یه جمعیتی که به حق اعتراض دارن اومدن اعتراض خودشون میخوان بیان، 2 نفر 3 نفر 10 نفر میخوان از این وسط سوء استفاده بکنن. اینه که ما مراقب باشیم این مورد سوء استفاده دشمن و منافقین و ستون پنجم ها قرار نگیریم. کنفرانس بین المللی ایران چشمانداز تغییر با حضور شخصیت های برجسته آمریکایی و بین المللی. پنل سوم، سپاه پاسداران و تأثیر تحریم ها. گزارش نشنال امارات از کنفرانس مطبوعاتی بروکسل. دیپلمات‌های رژیم ایران یک شبکه جاسوسی و سوء قصدها را در اروپا هدایت می‌کنند. تلویزیون الاخباریه. تحلیلگران بر این باورند که تلاش رژیم ایران برای هدف قرار دادن گردهمایی مقاومت در پاریس بیانگر ترس این رژیم از این فعالیت سیاسی است. مجله سینمانسوئل فرانسه. ویلیام بوردون در کنفرانس بروکسل گفت سوء قصد علیه گردهمایی پاریس در سطح بسیار بالایی از رژیم ایران تصمیم گیری شده است. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت. اظهارات خامنه‌ای بعد از چند هفته سکوت نشان داد هیچ برون رفتی از بن‌بست مرگبار کنونی ندارد. فضیحت مانور مسخره دادگاه‌های مبارزه با مفاسد توسط خامنه‌ای و صادق لاریجانی. مطهری نایب رئیس مجلس رژیم. نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شوید. رئیس دستگاه قضایی نباید مجلس را دور بزند. بحران رژیم بر سر شکست برجام اروپایی. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس. اروپا ببر کاغذی در برابر تحریم‌های ضد نظام توسط آمریکا. اعلام توقف ساخت تأسیسات نیروی خورشیدی 500 میلیون یورویی در ایران توسط یک شرکت انگلیسی به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت. تولید روزانه نفت رژیم ایران در ژوئن 29 هزار بشکه و در ماه ژوئیه 2 برابر این رقم کاهش داشته است. استعفای وزیر نروژی که بدون اطلاع نخست وزیر این کشور با یک زن ایرانی به تهران رفته و برخلاف ضوابط دولت موبایل محل کارش را هم با خود برده بود. تلفن وی در یک عملیات جاسوسی توسط رژیم تخلیه شده است. وزارت خارجه آمریکا لیست‌گذاری تروریستی سرکرده یک گروه تروریستی وابسته به رژیم آخوندی. افزایش تعداد هموطنان مصدوم بر اثر شدت آلودگی هوا و طوفان گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان. خوزستان بحران شدید آلودگی هوا. اهواز و برخی دیگر از شهرهای خوزستان در اثر دود غلیظ ناشی از آتش سوزی هورالعظیم در حاله ای از دود محو شدند. به مناسبت 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67،
یادی از مجاهدان قهرمان سربدار در آبادان، پخش در انتهای اخبار. مسئولان و آمران قتل عام 67 باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. قانون شورشی ایلام، میدان 22 بهمن ایلام.
بعد از اتمام یک کنسرت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران، جمعیت شرکت کننده هنگام خروج از نمایشگاه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. سه‌شنبه غارتشدگان مؤسسه کاسپین و البرز ایرانیان در اعتراض به تفاول‌گری‌های مؤسسات حکومتی و متعلق به سپاه پاسداران در مقابل بانک مرکزی رژیم در خیابان میرداماد در تهران دست به تجمع زدند و علیه غارتگری‌های آخوندهای حاکم شعار سر دادند. تجمعی سپرده‌گزاران مجاز کاسپین مقابل بانک مرکزی. غارت شدگان مؤسسه کاسپین در رشت نیز روز سه‌شنبه در مقابل شعبه سرپرستی این مؤسسه غارتگر تجمع کردند و علیه وطن فروشی و غارتگری آخوندهای حاکم شعار سر دادند. بازار کفاشان در مشهد در اعتراض به وضعیت وخامت اقتصادی و نبود مواد اولیه برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. بازاریان و کسبه بازار فرش در تبریز نیز به خاطر کسادی و افت فاحش قدرت خرید مردم در اثر بحران حاد اقتصادی دامنگیر رژیم اعتصاب و از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند. کارکنان شرکت سهام عدالت که بیش از دو سال است حقوق نگرفتند در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی رژیم در تهران تجمع کردند. کارگران کارخانه سیمان صوفیان در تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتصاب کردند. ماموران سرکوبگر رژیم در وحشت از گسترش این اعتراض مانع از تجمع کارگران در محوطه بیرون کارخانه شده و کارگران را به زور وادار کردند تا در داخل کارخانه تجمع داشته باشند. جمعی از مربیان پیشدبستانی آزاد شهرستان کارون واقع در استان خوزستان در اعتراض به وضعیت بیمه خود مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. ساعت 5:30 بعد از ظهر در فرکه اول گوهردشت بودم و حرکت‌ها را به دقت نگاه می‌کردم. جوان‌ها در دسته‌های 10-15 نفری به صورت پراکنده منتظر فرصت مناسب بودند. ناگهان دیدم دسته‌های 10-15 نفره به هم پیوستند و حدود 200 نفر شدند و شروع به شعار دادن کردند. جوان‌های شورشی میاندار بودند. مرداد ما این ملت نمی‌خوان اینا رو، این ملت اینا رو نمی‌خوان. در همین حین دیدم یک دفعه 5-6 لباس شخصی شعار رفراندوم رفراندوم دادند. بلافاصله جوانهای شورشی فریاد زدند شعار انحرافی نداریم، مگه نظام رفته که رفراندوم بشه؟ واسه چی رفراندوم رفراندوم؟ و با دادن شعار بیشرف بیشرف آن شعار انحرافی را کنار زدند. در این هنگام هر لحظه به جمعیت اضافه می شد. جمعیت 3-4 هزار نفر شده بودند. نیروهای انتظامی که ترسیده بودند شروع کردند به سر و صدا را انداختن و تهدید کردند.
جوانهایی که مشخص بود شورشی هستند سری جلو آمدند و در جلوی مردم به سمت خیابان اصلی گوهردشت و بازار حرکت کردند که محوطه وسیع تری بود. آنجا سه تا فلکه دارد و شروع حرکت از فلکه اول بود. از فلکه اول تا خیابان دهم گوهردشت هم فرعی های غربی دارد و هم شرقی، یعنی حدود 20 خیابان. توی هر کدام از خیابان‌ها جمعیتی وجود داشت که به نظر من اغلب بیش از 150 یا بیش از 200 نفر بودند. همینجا بود که شعارها بالا گرفت و یکان ویژه وارد شد. ولی یکان ویژه را به چشم دیدم که چند جا کم آورد و حریف نمی‌شد. کانون‌های شورشی و مردم سنگ پرتاب می‌کردند. می‌زدن با سنگ مامورا قایم شدند. نارنجا که دستی می‌زدن، شعار می‌دادن و گاه یگان ویژه و سایر مزدوران حمله می‌کردند. البته هم یگان ویژه و هم لباس شخصی‌ها تا می‌توانستند مردم را می‌زدند. متقابلاً یک بار چند مزدور از جمله یک بسیجی را مردم حسابی زدند. بعد هم که دیدن نمی‌توانند کاری بکنند، شلیک گاز اشک‌آور شروع شد و در بولوار مطهری در یک دقیقه 50 تا اشک‌آور زدند که از فاصله 300 الی 400 متری به طرف مردم پرتاب می‌شد. با وجود همه اینها برنده امروز جوانان شورشی و قیام کنندگان بودند، چون هم شعارهای زیادی علیه رژیم دادند و هم حسابی ضرب شست نشان دادند. از مشاهدات خودم برای اطلاع بینندگان سیمای آزادی دو تجربه میگویم. مردم به سادگی توسط جوانان پرشور و کانونها سامان داده میشوند. جوانان شعارها را از قبل ساده میکردند و مردم همراهی میکردند. تجربه دیگرم این است که هر وقت یکان ویژه ها را به صحنه می آورند، حتما بعدش می خواهند گله‌ای به مردم حمله کنند. جوانان یاد گرفته بودند که در زمان فراخواندن نیروهای ضربتی متفرق بشوند، بعد دوباره جمع بشوند. شعارهایی که داده شد، بیشرف بیشرف، مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه، نترسید ما همه با هم هستیم، روحانی به گوش باش ما ملتیم نه اوباش، مرگ بر ولایت فقیه، می میریم ایرانو پس می. امروز که وارد خیابون‌های کرج شدم، وضع نیروهای سرکوبگر کاملاً با روزهای قبل فرق می‌کرد. اولاً تمام خیابان‌های منتهی به گوهردشت توسط مانع‌های سیمانی بسته شده بود. قسمتی از آنها را در نقشه با دایره قرمز که وسط آن خط سفید است، علامت‌گذاری کردم. ثانیاً تمام آن محدوده پر از یگان ضد شورش بود. حتی جلیقه ضد گلوله پوشیده بودند. خیلی‌هاشون از شب قبل در آنجا مستقر شده بودند. عمده درگیری ها تو این قسمت هایی که با قرمز مشخص کردن به وجود اومد. طوری منطقه را بسته بودند که هیچ کس حق ورود یا خروج به منزل خودش را هم نداشت. سالسان در محل خط قرمز که خیابون اصلی گوهردشته، مردم تجمع کردند و شعار را شروع کردند. امروز نیروهای سرکوبگر حسابی هار شده بودند. بسیجی ها از شمال و جنوب به سمت مردم حمله می کردند. اما در مقابل جوانانی بودند که مثل موتور محرک عمل می کردند و شعار دادن را شروع کردند. وقتی ماموران حمله می‌کردند و عده‌ای فرار می‌کردند، همین‌ها که گفتم با ایستادن و پرتاب سنگ صحنه را عوض می‌کردند و عده‌ای از مردم به خصوص جوان‌ها هم با اونا می‌اومدند و جنگ و گریز شروع می‌شد. از همون اول به جای شعار که هر روز مردم سر می‌دادند، امروز با درگیری و بزن بزن شروع شد. باز هم عده‌ای از همون جوان‌ها جلودار بودند و زد و خورد می‌کردند. نیروهای رژیم تعدادشون زیاد بود. مردم آتش روشن کردند برای دود گاز اشک‌آور که خنثی کنند. جوان‌ها هم نارنجک دستی و هم سنگ می‌زدند. مزدورها از قبل خود را برای این کار آماده نکرده بودند، اما مردم برای مقابله با رژیم‌ها از قبل از ظهر کوپه کوپه وسط کوچه‌ها و فرعی‌ها سنگ ریخته بودند. تعدادی از جوان‌ها به کوچه ها می رفتن و جیب هاشون رو پر از سنگ می کردن و بر می گشتن. سنگ هایی که بین معترضین و آزادی خواه با
مامورای نیرو انتظامی رد و بدل شده. شعارها اول با شعار مرگ بر دیکتاتور شروع شد، اما خیلی زود مرگ بر خامنه ای رو گفتن. در یک نقطه و در یک خیابون فرعی جوانهای شورشی شعار آتش جواب آتش رو دادن، ولی به دلیل اینکه امشب همش نظامی و عملیاتی بود و همه درگیر بودن، شعارها کمتر بود، چون جوانها پرشور مشغول زدن یا خوردن بودن. ضد شورش تمام منطقه رو محاصره کرده بود. از دو طرف کوچه ها که به قیام کنندگان حمله میکردن، مردم درب خانه ها رو باز میکردن و میگفتن بیاین تو. واقعا چقدر از این برخوردهای مردم صفا میکردم که این چنین از قیام کنندگان استقبال میکردن. در هر آپارتمان 20 تا 30 نفر وارد میشدن. بعد در یکی از آپارتمان ها که خودم از نزدیک شاهد بودم، به طور تصادفی یه گوله اشکاور اومد تو حیاط. همه حتی اهالی خانه پریدن بیرون. یکی از جوانها که به نظرم از کانونهای شورشی بود، برای خونسا کردن اثر اشکاور یک نارنجک صوتی پرتاب کرد. آنچنان صدا داد که مزدورانی که داشتن میومدن سمت خونه وحشت کرده فرار کردن. در انتهای کوچه شاهد بودم که چند نفر گیر افتادن و مزدوران با توپ میزدن، اما جوانهای رزمنده تونستن از چنگ اونا در برن. وقتی وارد خیابون شدم، دیدم یک عده از مردم وسط خیابون به حدی سنگ جمع کرده و پرتاب می‌کردن که نیروهای ضد شورش نمی‌تونستن نزدیک بشن. امروز درگیری بالا بود، شعار هم بالا بود، ولی تمرکز همه روی بزن بزن بود. در انتهای کار دیدم یک موتور نیرو انتظامی رو جوانای شورشی با آتش کشیدن. مهمترین نکته اینه که منطقه گوهردشت رو از شب قبل مثل حکومت نظامی کرده بودن. حتی یک ماشین هم نمی‌تونست به محدوده گوهردشت نزدیک بشه، ولی جوونا و مردم ماشین‌ها رو پارک کردن و پیاده به محل تجمع رسیدن. علی‌رغم وجود جو شدید امنیتی، اما باز مردم و جوانان اینطوری می‌رفتن جلو. باید بگم تو خیابون هیچ کس از دشمن نترسید، در حالی که امروز اونا دنبال قلقم کردن مردم بودن. همه اومده بودن و حتی امشب خیلی جوانای شورشی گوشی نیاوردن، چون اصلا نمی‌شد وسط اون جنگ گوشی دست گرفت. دشت کرج، ساعت 10:20 مامور یگان ویژه رو میبینید که اون بر دارن میرن سمت پایین، دارن توی ماشیناشون پیاده میشن میرن سمت مردم. تمامی ورودی های منتهی به گوهردشت بسته شده. تمامی محدوده سراح گوهردشت، محدوده زیر پل، پر بود از بسیج، سپاه و نیروی انتظامی که بالغ بر 50-60 نفر بودند. حدود ساعت 10 یک دسته از قیام کنندگان که جمعیتی بالای 50-60 نفر بودند، به سمت پایین سراح گوهردشت حمله کردند و نیروهای سرکوبگر پا به فرار گذاشتند. امروز 12 مرداد ماه اینجا سراح گوهردشت کرج فرار نیروهای انتظامی به دست مردم. قدرت مردم همینه. همینه. از همون اول جوان‌ها جلوی صف به همه میگفتن امشب نامرد هر کس فرار کنه، همه تا آخر می‌ایستیم. بلافاصله مردم هورا کشیدن. فرار مامورای یگان ویژه به دست مردم. چیز عجیب که تا حالا ندیده بودم این بود که در بین مزدوران برخی سیاه‌پوش بودن که عربی هم حرف می‌زدن. اونها رو آوردن جلوی مردم صف کشیدن، اما از جوان‌ها و مردم یک نفر تکون نخورد. بزن بزن اساسی بود. مامورا دارن مستعی میزنن، بچه‌هام کم نذاشتن، همه دارن میزنن. نگاه کن، امیدوارم تو فیلم مشخص باشه. بچه‌ها دارن میزنن، ماشاءالله دمشون گرم. نه فقط پسرهای جوان شورشی، بلکه دخترهای شورشی هم صف کشیده بودن جلوی سرکوبگران. هم شعار میدادن، هم میزدن و هم میخوردن. در یک لحظه دیدم که 2-3 نفر قوطی پلاستیکی آوردن و از بنزینی که داخل اون بود چند قطره روی برخی چیزا میریختن و آتیش میزدن و مزدوران رو به وحشت مینداختن. یکی از جوانان شورشی نارنجک صوتی زد و مزدوران حسابی ترسیدن. چند جوان شورشی چیزهایی مثل توپ آورده بودند. وقتی مینداختن زیر پای نیروهای سرکوبگر صدای بلندی میداد و انتظامی ها میپریدن به هوا.
خستگی از سر و صورت نیروهای سرکوبگر میبارید و گویا براشون جهنمیه و بالاخره فرار کردن. فرار اونها باعث شد تا موتورهاشون جا بمونه و مردم اونها رو با آتیش کشیدن. موتور آتیش زدن، جمعیت هم خیلی زیاده. اینجا سرای گوهردشت، تمام موتوری های نیرو انتظامی رو آتیش کشیدن. 11:05 درگیری تا زیر پورت ادامه پیدا کرد و همین باعث شد حدود نیم ساعت قیام کنندگان که به نظرم در پیشاپیش اونها چند کانون شورشی بود زیر پل سراح گوهردشت رو مثل دیشب تسخیر کنند. امروز 12 مرداد ماه، اینجا پل سراح گوهردشت. رژیم مجبور شد که با اضافه کردن چند دستگاه اتوبوس، نیروی سرکوبگر و حمله با گاز اشکاور و به ضرب گلوله‌های ساچمه‌ای مردم رو متفرق کنه و وحوش به طرز خیلی خیلی وحشیانه‌ای به زن و بچه و پیر و جوان حمله می‌کردن. اینجا کرج ما در تجمعات سراغ گوهردشت بودیم که ماموران یگان ویژه به سمت ما گلوله‌های گاز اشکاور شلیک می‌کردن. حتی از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای هم دریغ نمی‌کردن. مزدوران تیراندازی می‌کردن. یکی از گلوله‌های ساچمه‌ای خورد زیر چشم جوونی که دوستانش اونو به بیمارستان بردن و یک گلوله هم به پای یه نفر خورد. 12 مرداد دوستان تیر خورده. آقای دکترم اینجاست. چی شد آقای دکتر؟ یه توضیح میدید؟ آقای دکتر، الان گلوله خورده به دست. تیر زدن. ساچمه هم نزدن نامردان. تیر زدن. البته به چشم دیدم که 5-6 نفر از ماموران سرکوبگر هم حسابی کتک خورده بودند و از ناحیه سر مجروح شده بودند. نیروی انتظامی از مردم التماس می‌کرد که پراکنده بشن و کار اونها مثل صدای زوزه شغالی بود که نفس‌های آخرشه. نکته مهمی که برام چشمگیر بود حضور مردم از هر سن و نوعی بود که فکرشو بکنید. یک تجربه هم بگم. از یه جوان شورشی که بزن بزن حسابی میکرد پرسیدم چرا موبایل نداری که عکس و فیلم بگیری؟ اون گفت وسط معرکه و بزن بزن من نباید موبایل داشته باشم، چون نمیتونم کارامو بکنم، نمیشه هر دو کار رو با هم انجام داد. ببین، نیروهای سرکوبگر به خصوص لباس شخصی ها تلاش میکنن کسانی که موبایل دارن رو دستگیر کنن، در حالی که هم شعار دادیم و هم زدیم و هم خوردیم. در ضمن میبینم که مثل تو 20-30 نفر فیلم میگیرن که حتما برای جایی که باید بفرستین میفرستن. این گزارش تقدیم به سیمای آزادی. شهر کاملا حکومت نظامی بود. تانک و ماشین زرهی تو خیابون‌ها آوردن، لشکرکشی کردن، کل خیابون‌های اون منطقه رو بسته بودن و موانع رو دوباره گذاشتن. عملا دیشب که موانع رو برداشتن دیدن تظاهرات شد، انگار به غلط کردن افتادن. حکومت نظامی محض بود. اونجا واقعا خیلی مأمور بود و بسیجی و همه مسلح. جمعیت خیلی زیاده ولی همه پخش و پراکنده هستن. مزدوران برای زنها و دخترها کمین کرده بودند. به خاطر همین جوانان شورشی به همدیگه میگفتند زنها تنها و حتی چند نفره توی کوچه ها نرن. یک صحنه بسیار جالب اینه که چند تا زن نسبتاً مسن ریختن وسط خیابون هفت شعار مرگ بر خامنه ای دادن. بلافاصله نیروهای سرکوبگر ریختن سرشون و به اونها هم رحم نکردند.
یک بسیجی یک حرف زشت به یکی از زنان که مادر مسنی بود زد. بعد اون مادر به اون گفت تو مادر نداری؟ بعد همون حرف رو برگردون به بسیجی. مزدوران ریختن سر اون مادر رو کتک زدن، اما جوانهای شورشی رفتن به کمک اون خانم، کلی هم باتون خوردن، ولی قصد داشتن که اون خانم رو نجات بدن. جوانهای شورشی علارغم باتومای زیادی که می‌خوردن، ولی لباس اون خانم رو ول نمی‌کردن. دو طرف اون رو می‌کشیدن. ناگهان یکی فریاد زد مردم غیرت کنین، مادرتون رو دارن می‌برن، این جای مادر ماست. در این زمان مردم ریختن روی سر بسیجی‌ها و اون خانم رو نجات دادن. اما این مادر پیر از شعار دادن علیه خامنه‌ای دست بردار نبود و جسارت این مادر باعث شد که تعداد زیادی شعار مرگ بر خامنه‌ای بدن. در همین حال گاردهای ضد شورش به مردم حمله کردند، اما اون مادر رو مردم برده بودند. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم ز خاطرات سرخ یاس، ز پارک ها، ز خانه ها، ز مدرسه کلاس، ز کوچه ها، ز راه های تنگ و ناشناس، به دوزخی مخوف رهنمون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کنفرانس بین المللی ایران چشمانداز تغییر 29 ژوئن 2018. پنل سوم، سپاه پاسداران و تأثیر تحریم ها. We're going to talk about the IRGC and sanctions. I'm going to start with Bruno Tertre. He is the deputy director of the Fondation pour la Recherche Stratégique. And then I'm joined by Mr. Eduard Lindner, the former deputy minister of Interior of Germany. Be very interested in his comments. Michael Prigent, the Middle East analyst of the Hudson Institute in Washington, D.C., and Ambassador Robert Joseph, U.S. Special Envoy for Nuclear Nonproliferation and former Undersecretary of State for Arms Control and International Security, until 2007. Bob, it's great to be with you again. So if you have been following the conversation today, you've heard from senior military officers and from intellectual and editorial observers of Iran and the regime. I want to challenge this panel to ask the basic question, what can sanctions do? How important is the IRGC in terms of the violations of international law and international norms and the aggression that is being visited upon the Middle East? And so, are sanctions the best and most appropriate response? Do they work? And to get us started, let me turn to my right and your left, and let's hear from Bruno Tertre. Replies about the politics of sanctions. Let me make three or four points about this. First of all, it's undeniable that sanctions matter, and they've been particularly important to force the regime to accept a negotiation which led to what some call a bad deal, what I would call an imperfect deal, but that's the deal we have.
some would say we had, but it still exists at least on paper. When you look at how much the regime lost in oil revenue during the high period of sanctions, maybe $150 more billion, when you look at the contraction of the economy, maybe 15-20%, it's undeniable that sanctions did play an important role in forcing this regime to the negotiating table. When you talk about sanctions against Iran, obviously targeting the IRGC matters a lot because it's ultimately today the core of the regime. However, I would say that in any policy regarding the Islamic Republic, sanctions are a necessary but insufficient component. Sanctions are not a magic bullet. We've noticed, we know, you know, that this regime has been rather resilient, that many Iranian entities have found ways to live with them, to live with sanctions, that the IRGC has adapted, unfortunately, to sanctions. Sanctions are not the only tool that exists to influence the Iranian economy. Variations in oil prices, I would argue, have been as important. The problem is that sometimes sanctions backtrack. We all know that. Those who've been in government know that the fine-tuning of sanctions is an art, not a science. So sanctions have to be fine-tuned. My hope, and I think it should be everybody's hope, is that the current disagreement, major disagreement between the US administration and most European governments on the fate of the JCPOA will not prevent us from finding agreements on some particular issues related to Iran policy. This is why it's extremely important to lower the political temperature between both sides of the Atlantic now that the Trump administration has made its choices, choices that most European governments, including myself, regret. But that's the situation we're in. But what we don't want is this regime to benefit from a transatlantic crisis over Iran policy and its direct and indirect consequences. How will Europe approach this new phase? I think it's hard to deny that European businesses will be extraordinarily wary of doing business with Tehran. They know that their economic interests lay more with the United States than with the Islamic Republic. But this does not mean that Europe and the EU in particular will not be willing and able to take targeted sanctions for specific IRGC behavior regarding the missile program, regarding terrorism, or regarding trafficking, for instance. In the end, I think sanctions, it's commonplace to say they're not a magic bullet. I would just say they're necessary but insufficient. Sanctions will not bring down this regime. The IRGC, of course, will not go down without a fight, and it's important, as you said, Linton, to try to have them evolve against their will, if necessary. Ultimately, change in the Republic of Iran will come probably more from the exasperation of the Iranian people themselves due to the mismanagement of the economy, due to the massive corruption, due to the brutality of the IRGC, than only through sanctions. Thank you. Thank you. Well, thank you very much for your kind invitation, but of course, owing to its key function in the Iranian system of rule, the Revolutionary Guards poses a problem which Europe cannot avoid to engage. It is by no means a marginal issue. Trade is essential for a country's well-being, but one has to probe a partner offering himself when considering opening or maintaining trade relations with him. Good trade relations are characterized by safety and stability, but precisely these are conditions that the Iranian regime is unable to guarantee, since it is threatened in its existence by the relentless protests that have been going on for months. Any principal change in Iran is conditioned
by dismantling of the Revolutionary Guards. The Iranian Revolutionary Guards commands has an enormous amount of power in the economic and political and security sections at its disposal and is therefore the most formidable obstacle on the way to democratic change. In this light, it is obvious that sanctions against the guards and persons connected with it can be a substantial contribution to approaching democracy in Iran. This should be combined with an effective support of the democratic oppositions. We are going to do that in Germany. Time and again, it is maintained that the sanctions imposed on Iran affect primarily the country's population and should therefore be lifted. If you look at things more closely, we will find that this statement does not apply to Iran. As a result of the 2015 nuclear deal, sanctions imposed on Iran were largely raised. Suddenly, $140 billion are disposed of, and additionally, the oil production was increased from 1.5 million barrels to 2.1 million barrels a day. The population benefits from none of those means. Riotous corruption and enormous spending by the regime on terror and war abroad did not leave any money to be spent for the people. We have to realize these facts. New sanctions will primarily affect the regime. Crimes cost money. A regime that has less money at its disposal than before cannot commit so many crimes as in the past. Okay, in the view of the key positions the Revolutionary Guards hold in keeping up the representative rule and in fostering terrorism in other countries of the region, it must be regarded as an important success for the Iranian resistance that US listed the Iranian Revolutionary Guard as a terror organization in October 13, 2017. The Canadian Parliament has recommended its government not to establish diplomatic relations with Iran as long as it is ruled by Khamenei and his terrorist Revolutionary Guards. This step was clearly a response by the Canadian lawmakers to an unbiased information on conditions in Iran, which the Iranian resistance has been delivering for years. And German security authorities continuously warn against the Revolutionary Guards and its terrorist squad's force activities. It is essential for European countries to consider that the US and Canadian initiatives as potential examples of the attitude they should adopt towards the guards. And I hope we can in Germany do something for that, that this decision or this opinion comes up within the government and in the public opinion. Thank you very much. Thank you, sir. تلویزیون الاخباریه. تحلیلگران بر این باورند که تلاش رژیم ایران برای هدف قرار دادن گردهمایی مقاومت در پاریس بیانگر ترس این رژیم از این فعالیت سیاسی است. المعارضة الإيرانية تنظم في بروكسل مؤتمرا صحفيا لكشف المؤامرة الإرهابية التي تم افشاها. اپوزیسیون ایران یک کنفرانس مطبوعاتی را برای افشای توطئه تروریستی برگزار کرد که توسط مقامات بلژیکی در ماه ژوئن گذشته بعد از دستگیری نفرات مظنون در این کشور که می‌خواستند گردهمایی مقاومت ایران را در پاریس هدف قرار دهند خونسا شد. این همزمان با دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران توسط مقامات آلمانی صورت گرفت که دادستانی بلژیک گفت طراح اصلی این عملیات بوده است. محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت اتریش به مرکز اصلی اطلاعات آخوندها در اروپا تبدیل شده است و اسدالله اسدی از ژوئن 2014
برای مدت چند سال مسئول طراحی اطلاعات آخوندها بوده و بر تمامی فعالیت‌های مراکز اطلاعات رژیم آخوندی در اروپا نظارت داشته است. شرکت کنندگان در این کنفرانس از دولت‌های اروپایی خواستار اتخاذ اقداماتی سخت در مقابله با تروریسم رژیم ایران در خارج و حسابرسی از عناصر دستاندرکار اطلاعاتی و دیپلماتیکی شدند که چنین عملیات‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند. گردهمایی مقاومت ایران هر ساله در پاریس برگزار می شود. تحلیلگران بر این باورند که تلاش رژیم برای هدف قرار دادن این گردهمایی دلیلی بر میزان نگرانی و ترس رژیم از این فعالیت سیاسی است، به حدی که اقدام برای انجام یک عملیات تروریستی می کند. بعمل ارهابی قد ينجم عنه الالاف من الضحايا في حالة وقوعه. گزارش نشنال امارات از کنفرانس بروکسل. دیپلمات‌های رژیم ایران یک شبکه جاسوسی و سوءقصدها را در اروپا هدایت می‌کنند. نشنال امارات در گزارشی پیرامون افشای شبکه وزارت اطلاعات توسط مقاومت ایران در کنفرانس بروکسل می‌نویسد: دیپلمات‌های رژیم ایران یک شبکه جاسوسی را هدایت می‌کنند که سوءقصدهایی را طراحی می‌کند و قطعاتی را برای موشک‌های این رژیم در قلب اروپا فراهم می‌سازد. منابع اپوزیسیون فاش کردند اسدالله اسدی، دیپلمات رژیم ایران که در ماه ژوئن در آلمان به خاطر سازماندهی یک توطئه بمب‌گذاری علیه گردهمایی اپوزیسیون در پاریس دستگیر شد، مسئول شبکه گسترده رژیم تهران در اروپا بوده است. اسدی همچنان در آلمان تحت بازداشت است. اپوزیسیون ایران گفت که تصمیم حمله به گردهمایی پاریس در شورای عالی امنیت رژیم در ماه ژانویه امسال اتخاذ شده و رضا امیری مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و نهضت‌های خارجی در وزارت اطلاعات، در ماه مارس هدایت این توطئه را به اسدی واگذار کرده است. نیم کیلو مواد منفجره دستساز TATP و یک چاشنی در خودروی یک زوج در بلژیک پیدا شد. یک تسهیل کننده دیگر این توطئه در فرانسه دستگیر و برای محاکمه به بلژیک مسترد شد. بنا به گزارش شورای ملی مقاومت ایران، اسدی که پیشتر در سفارت رژیم ایران در بغداد مستقر بوده، وقتی سفارت این رژیم در وین به عنوان مرکز شبکه جاسوسی رژیم ایران در اروپا فعال شد، به اتریش رفت. بنا به گزارش ماه اوت مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت که روز چهارشنبه گذشته با عنوان دیپلمات‌های مرگبار رژیم ایران منتشر شد، رژیم تهران استفاده از پوشش دیپلماتیک برای انجام سوءقصدها و دیگر توطئه‌های تروریستی در اروپا را افزایش داده است. این گزارش می‌گوید که آلبانی دو مأمور رژیم ایران را در ماه مارس به خاطر عملیات شناسایی جشن سال نو ایرانیان در تبعید دستگیر کرده است. همچنین حملات پلیس علیه عاملان رژیم ایران در آلمان در ماه ژانویه رخ داد. در این گزارش همچنین آمده است: به همین دلیل دستگیری اسدی فقط تازه ترین نمونه از تروریسم تحت حمایت حکومتی است که در آن رژیم تهران از مقامهای حکومت یا دیپلماتهای ثبت شده برای توطئه استفاده می کند. مجله سینمانسوئل فرانسه در گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی بروکسل درباره سوءقصد تروریستی علیه گردهمایی ایرانیان در پاریس می نویسد: اسدالله اسدی، رئیس عملیات جاسوسی وزارت اطلاعات رژیم ایران در اروپا که در ضمن دبیر سوم سفارت این رژیم در وین نیز هست، مواد انفجاری شامل 500 گرم TATP و یک چاشنی را به یک زوج ایرانی بلژیکی داده بود. این زوج روز 30 ژوئن و قبل از عمل در بلژیک دستگیر شدند. دیپلمات مذکور هم در آلمان و در حالی دستگیر شد که به سمت اتریش می رفت. درخواست استرداد او به بلژیک در جریان است. یک شریک جرم مظنون هم در فرانسه دستگیر و به بلژیک منتقل شد. ویلیام بوردون که از 15 سال پیش وکالت شورای ملی مقاومت ایران را بر عهده دارد، در کنفرانس بروکسل گفت: تمرکزی از شواهد ما را به این اعتقاد سوق می‌دهد که این سوءقصد لزوماً در سطح بسیار بالایی از رژیم ایران تصمیم گیری شده است. از جمله تکنیک و پیچیدگی آن و همچنین اسناد درباره شخصیت اسدالله اسدی و مسئولیت‌هایش در زمینه نظارت بر مخالفان رژیم آخوندها. چنین فردی در آماده سازی یک سوءقصد با این اهمیت چه می کند؟ سید احمد غزالی نیز در کنفرانس بروکسل گفت: ما خواهان آن هستیم که این پرونده به ما در مبارزه با تروریسم کمک کند.
باید حکومت‌هایی را که دست به تروریسم می‌زنند محکوم کرد. همه جامعه بین‌المللی قربانی آن است و طبعاً باید از اپوزیسیون ایران حمایت کرد. با سلام، گزارش‌ها و خبرهای این ساعت را ادامه می‌دهیم. در ارتباط با سخنرانی روز دوشنبه ولی فقیه ارتجاع، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد سخنان خامنه‌ای بعد از هفته‌ها سکوت در مقابل موج فزاینده خیزش‌های مردمی و سقوط آزاد ارزش ریال نشان داد که هیچ راه حل و برون رفتی از بنبست مرگباری که سراپای رژیمش را فرا گرفته ندارد. در این اطلاعیه از جمله آمده است خامنه‌ای که در صدد بود تا بر ابعاد فراگیر فساد در رژیم سرپوش بگذارد گفت برخی در خصوص فساد به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می‌کنند. خامنه‌ای با تجاهل نسبت به چپاول ثروت‌های ایران توسط سردمداران رژیم و به هدر دادن آنها در پروژه‌های ضد ملی اتمی و موشکی و جنگ افروزی خارجی تقصیر وضعیت فاجعه بار اقتصادی را به گردن روحانی انداخت و گفت عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردهاست. در ادامه این اطلاعیه آمده است خامنه‌ای که خودش جزئیات مذاکرات اتمی را هدایت می‌کرد برای نخستین بار به اشتباه خودش اعتراف کرد، ولی در عین حال گفت به اصرار روحانی و ظریف اجازه تجربه را دادم که البته آنها از خطوط قرمز معین شده عبور کردند. خامنه‌ای به ناگزیر سکوت در مقابل موج جدید قیام‌ها در چند شهر ایران را که از جمله در تهران، کرج، اصفهان و مشهد با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای قریب به یک هفته ادامه داشت شکست و تلاش کرد آنها را محدود قلمداد کند. آخوند جلاد محسنی ژه‌ای، معاون اول قضائیه خامنه‌ای، وحشت زده از پیوند خیزش‌های اخیر مردم به سطوح آمده با مجاهدین گفت این روزها بعضیا در مجامع و غیره علیه قوه قضائیه شعار میدن، علیه دولت شعار میدن، بعضن علیه مسئولین شعار میدن، علیه گاهی وقتا مجلس شعار میدن. بله، ممکنه در یه جمعیتی که به حق اعتراض دارن اومدن اعتراض خودشون میخوان بیان، دو نفر، سه نفر، ده نفر میخوان از این وسط سوء استفاده بکنن. اینه که ما مراقب باشیم این مورد سوء استفاده دشمن و منافقین و ستون پنجم ها قرار نگیریم. مانور مسخره ولی فقیه ارتجا در اعلام موافقت با نامه آخوند صادق لاریجانی برای تشکیل دادگاه های ویژه تحت عنوان مبارزه با فساد به یک موضوع در مخاصمات درونی رژیم تبدیل شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجا گفت رئیس دستگاه قضایی نباید مجلس را دور بزند. او میتوانست از راه لایحه یا طرح دوفوریتی به خواسته هایش برسد. وی افزود نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد. در همین حال سخنرانی روز دوشنبه ولی فقیه ارتجا با اعتراضاتی در باند مغلوب نظام روبرو شده است و برخی از آنها با اشاره به حذف عبارت بنده در مذاکرات برجام اشتباه کردم در سایت خامنه‌ای نوشتند خامنه‌ای در همه جزئیات دخالت می‌کند ولی هرگز مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری رویتر، شرکت کوئرکوس انگلستان که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کند، اعلام کرد به خاطر اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی، ساخت تأسیسات نیروی خورشیدی 500 میلیون یورویی در ایران را متوقف می‌کند. مدیر اجرایی این شرکت گفت: به دنبال تحریم‌های ایالات متحده علیه رژیم ایران، ما تصمیم گرفتیم تمامی فعالیت‌های خود در ایران از جمله پروژه 600 مگاواتی من را متوقف کنیم.
رویتر در گزارش خود خاطر نشان کرد مجموعی از شرکت‌های اروپایی به خاطر نگرانی از پیامدهای تحریم‌های ایالات متحده به تازگی اعلام کردند که تجارتشان را در ایران کاهش می‌دهند. روز سه‌شنبه گروه مهندسی بیلفینگر در آلمان گفت قصد ندارد هیچ گونه معامله جدیدی را در ایران به امضا برساند. همچنین دور شرکت آلمانی تامین کننده خودرو روز 11 اوت گفت فعالیت‌هایش را در ایران متوقف کرده است. در ادامه یک کشمکش در مورد برجام اروپایی، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نقل از یک بنیاد فکری در آمریکا نوشت چند هفته بود که به نظر می‌رسید توافق هسته‌ای می‌تواند حفظ شود، اما همکنون به احتمال زیاد حتی اگر توافق به صورت رسمی لغو نشود تنها به یک پوسته ظاهری بدون هیچ معنای واقعی تبدیل می شود. این منبع افزود علی‌رغم تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفاظت از شرکت‌ها و خنثی کردن تهدیدهای آمریکا، کسب و کارهای عمده اروپایی تاکنون از خروج خود از ایران خبر دادند. نتیجه گیری ناراحت کننده این است که اتحادیه اروپا علی‌رغم قولهایش از خنثی کردن اقدامات تنبیهی آمریکا ناتوان است. بر این اساس اتحادیه اروپا بار دیگر از دستیابی به هر چیز چشمگیری ناکام ماند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس همچنین نوشت حتی برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی هر تجارتی با نظام ایران میتواند یک چالش باشد. بانک‌ها مایل نیستند در این معاملات درگیر شوند، زیرا سود بالقوه آنها نسبت به ریسک بالای بالقوه ناشی از آن بسیار پایین است. علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، با اعتراف به منفوریت اجتماعی رژیم گفت اعتماد مردم به دلیل عملکرد نظام کم شده است. وی افزود ما از قبل هم مشکل خارجی داشتیم، اما آنها را طی کردیم. ما اکنون مسائل داخلی داریم. اوپک اعلام کرد که تولید نفت رژیم این ماه نیز مانند ماه گذشته میلادی کاهش یافته است. پایگاه خبری اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در گزارشی نوشت تولید روزانه نفت در ایران در ماه ژوئن 29,000 بشکه و در ماه ژوئیه دو برابر این رقم کاهش داشته است. بلومبرگ روز دوشنبه در گزارشی پیش بینی کرد که تأثیر اجرای کامل تحریم‌های نفتی در ماه نوامبر، آبان ماه به مراتب وسیع‌تر، سریع‌تر و تأثیرگذارتر از دور قبلی خواهد بود. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. وزیر شیلات نروژ به دنبال رسوایی سفرش به ایران و اقدام رژیم به جاسوسی و تخلیه تلفن وی ناگزیر از استعفا شد. دولت نروژ اعلام کرد سندبرگ وزیر شیلات در این سفر پروتکل‌های امنیتی را رعایت نکرده است. به گزارش رسانه‌های نروژی وی بدون اطلاع نخست وزیر این کشور با یک زن ایرانی به تهران رفته و برخلاف ضوابط دولت نروژ تلفن موبایل محل کارش را هم با خود برده بود و تلفن وی در یک عملیات جاسوسی توسط رژیم ایران تخلیه شده است. نروژ رژیم آخوندی را از نظر شنود الکترونیکی در لیست حکومت‌های پرخطر قرار داده و به گزارش رادیو تلویزیون و رسانه‌های نروژ، سرویس امنیتی پلیس این کشور تحقیقات خود را در مورد زن ایرانی مرتبط با وزیر شیلات و ارتباطات احتمالی این زن با رژیم آخوندی شروع کرده است. این زن از ایران بدون دلیل سیاسی برای گرفتن پناهندگی به نروژ آمده بود و به رغم مخالفت اولیه این کشور و برگرداندن وی به ایران مجدداً توسط رژیم به نروژ برگردانده شد و در نهایت با کسب پناهندگی و شهروندی این کشور در ارتباط با سندبرگ وزیر شیلات و نایب رئیس اول حزب پیشرو نروژ قرار گرفت. گزارش حاکی است که سندبرگ ابتدا در بیانیه‌ای عذرخواهی کرده ولی با فاش شدن جزئیات هم از مقام وزارت و هم از معاونت دبیر کلی حزب پیشرو استعفا کرد. وزارت خارجه آمریکا قاسم عبدالله علی احمد سرکرده یک گروه تروریستی در بحرین را در لیست تروریستی قرار داد.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است نام این فرد که در ایران مستقر است به دلیل خطر بالا در زمینه فعالیت‌های تروریستی در فهرست ویژه تروریسم قرار می‌گیرد. گردان علشتر تحت حمایت رژیم ایران قرار دارد و پول و سلاح مورد نیاز خود را از سپاه پاسداران دریافت می‌کند. رئیس جمهور یمن روز دوشنبه در قاهره با رئیس جمهور مصر دیدار و در مورد خطرات تروریسم شبه نظامیان حوثی و حامی آنها رژیم آخوندی گفتگو کرد. در این دیدار رئیس جمهور مصر با اشاره به دخالت‌های رژیم گفت ما این موضوع را که یمن می‌تواند تبدیل به جاپایی برای نفوذ نیروهای غیر عرب شود رد می‌کنیم. ما تهدید علیه امنیت و ثبات کشورهای عربی یا علیه کشتیرانی آزاد در دریای سرخ و باب المندب را به طور کامل مردود می‌دانیم. روزنامه حکومتی ابتکار درباره اجلاس قریب الوقوع سران چهار کشور روسیه، آلمان، فرانسه و ترکیه در مورد سوریه که در آن حکومت آخوندی حضور ندارد نوشت آنچه که نظر تحلیلگران را درباره این اجلاس به خود جلب می کند غیبت جمهوری اسلامی، آمریکا و انگلیس است. این منبع حکومتی می افزاید آنچه مشخص است تا به این جای کار پیروز نهایی در بحران سوریه روس‌ها هستند. شماره هموطنان مصدوم شده بر اثر شدت آلودگی هوا و طوفان گرد و خاک در شمال استان سیستان و بلوچستان به بیش از 540 تن رسید. طوفان گرد و خاک از هفته گذشته و با شدت بیشتر از شنبه این هفته شمال استان سیستان و بلوچستان و پنجشهر زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز را درنوردیده است. باد شدید همراه با گرد و خاک تا اوایل هفته آینده در این منطقه ادامه خواهد یافت. شهرهای خوزستان همچنان در تسخیر دود غلیظ ناشی از آتش سوزی هورالعظیم است. نیمه شب دوشنبه شهرهای خوزستان بار دیگر مانند یک ماه گذشته در حاله از دود غلیظ فرو رفت و تنفس بسیاری از هموطنان را مشکل کرد. رسانه‌های رژیم نوشتند صبح امروز هم اهواز و سایر شهرهای خوزستان در حاله از دود محو شدند و رنگ خاکستری گرد و غبار این بار جای خود را به رنگ سفید دود غلیظ داده است تا برای خوزستانی‌ها ثابت شود باید با این معضل جدید و حل نشدنی همچون گرما، گرد و غبار، خشک شدن رودخانه و تلف شدن نخل‌ها هم کنار بیایند. از یک ماه پیش دود غلیظ آتش سوزی هورالعظیم که کارگزاران رژیم آن را ابر بحران می‌نامند، شهرهای خوزستان به ویژه هویزه، سوسنگرد، اهواز و حمیدیه را بارها به تعطیلی کشانده و نفس هموطنانمان را به شماره انداخته است. کارشناسان بارها تنها چاره را رهاسازی آب سد کرخه برای آبگیری هورالعظیم اعلام کردند، اما رژیم آخوندی که توسط شرکت‌های نفتی سپاه پاسداران این تالاب را خشک کرده است تا کنون اقدامی در این باره نکرده است. ادامه خبرها. در لندن در جریان یک عمل تروریستی در نزدیکی پارلمان این کشور چند تن زخمی شدند. در این حادثه که صبح سه‌شنبه رخ داد، مهاجم با اتومبیل با سرعت زیاد به سمت عابران پیاده حمله کرد و پس از برخورد با حفاظ امنیتی پارلمان انگلستان دستگیر شد. پلیس این حمله را یک اقدام تروریستی اعلام کرد. پس از این حادثه پلیس رفت آمد در خیابان‌های اطراف پارلمان و ایستگاه متروی این منطقه را تا ساعاتی متوقف کرد. آخرین خبر این ساعت. با ریزش پلی در شهر جنوای ایتالیا ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند. این پل که بیش از 1 کیلومتر طول و 90 متر ارتفاع دارد همزمان با وقوع طوفان و بارش شدید باران فرو ریخت. این پل در دهه 1960 میلادی ساخته شده و سال گذشته نیز تعمیر شده است. معاون وزیر حمل و نقل ایتالیا این حادثه را یک فاجعه عظیم دانست و اعلام کرد که امدادرسانان و پلیس برای نجات جان آسیب دیدگان وارد صحنه شدند.
آمار کشته شدگان این حادثه دست کم 35 کشته اعلام شده است. بینندگان گرامی، در پایان این ساعت از اخبار سیمای آزادی، بعد از پخش عناوین خبرها، برنامه‌ای به مناسبت 30 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 یادی از مجاهدان قهرمان سربدار در آبادان پخش خواهد شد. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.